قانون دوستانو په دې به د ډاکټر صاحب سره خبرې کوو چې په ماشومانو کې دغه د رواني اختلاطات ولې پیدا کیږي، اصلي لاملونه یې څه کېدلی شي، که چیرې یو ماشوم په دغې مشکل باندې اخته وي، نښې نښانې څه دي، او په ټوله کې د دغې ستونزې څخه څنګه وتلی شو، د حل لارې څه دي. په خبرونه کې را سره میلمه د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر کمال جلال صاحب میلمه دی چې ښه راغلاست. ورته ډاکټر صاحب سلام عاش، سهار مو په خیر. سلام تاسو ته، تاسو هم سهار په خیر. خپل ګران هیوادوالو ته سلام احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جسمي او رواني روغتیا ولري. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. په ماشومانو کې رواني اختلاطات ویل کیږي څه شته؟ ببینه به شکل کلی شاید هم اکثر افراد جامعه فکر کنه که تنها ما بزرگ هستیم که افسرده میشیم، دق میشیم، بیخواب میشیم، تشویش داریم، استراب داریم، عصبی میشیم، تحریک پذیر میشیم. ای یک باور نادرست است، باور غلط است. از هر چهار کودک، یعنی هزار چهار کودک یک کودکش، ما هدف ما که کودک میگیم کسی است که هنوز سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، نظر به متعریف سازمان صحی جهان الا 18 سالگی. کسایی که سنشان بالاتر از 18 سال است باز از این دوره کودکی یا کودک بودن بیرون میشن. مخکی وجو دی سن سال میگن 1004 طفل، یک طفل نیاز داره که از لحاظ روانی مورد ارزیابی قرار بگیره. احتمال از این میره که این کودک ها در سن سال خود یا در گذشته اختلالات روانی را سپری کردن و یا هم فعلا به اختلالات روانی مبتلا هستند و یا هم شاید در آینده مبتلا به اختلالات روانی شوند. کودک ها زیادتر مبتلا به اختلالاتی که میشن معمولا اختلالات استرابی است، اختلالات استراب جدایی، اختلالات استراب اجتماعی، اختلالات استراب منتشر. معمولا شما شاید کودکای را دیده باشه، اکثرا شاید هستن کودکی که 5 یا 6 سال است، میخواد بره به مکتب، میخواد بره به کودکستان، اولین مشکل را که ایجاد میکنه اصلا نمیخواد که بره، احساس ترس داره، احساس استراب داره، کوش میکنه که از دست پدر، از پای پدر، از دست پای مادر اصلا محکم بگیره به مکتب نره. یا شاید هم شما شاید باشه که مادر یا پدر دست کودک گرفته بسیار با فشار و با کش به زور، یعنی به طرف مکتب میبرش. اگر پیش دروازه مکتب هم میرسه این کودک گریان میکنه، فغان میکنه، هم صدایش هیچ کسی نمیشنوه. برعکس وقتی که در مکتب هم میره در صنف هم که میشینه، شاید در زندگی اکادمیک تحصیلش که روزای اولش از تهدا به زندگی علمی و تحصیلش رو میشه اصلا درس یاد نمیگیره. فشار دیگه شاید از طرف معلم باشه که تو شاگرد تنبل هستی، تو شاید نالایق هستی یقینا، اما احتمالا که این کودک مبتلا به اختلال استراب باشه. نوع بسیار عام معمولش به نام استراب جدایی است یا سپریشن انزایتی، اختلال استراب جدایی. این کودک ها معمولا طوری فکر میکنن که اگر ما از کسی که از ما مواظبت میکنه، پدر مادرم یا هر فرد دیگه که از وابستگی داره یا دلبستگی داره کودک با او یا زیر سایه و نظر از این کودک بزرگ شده، کودک احساس میکنه اگر من از این طفل شوم، از این کسی که از من مواظبت میکنه دور شوم، این دور بودن سبب استراب میشه، سبب ناراحتی میشه. این ناراحتی میتونه که ذهنی باشه، این ناراحتی میتونه که حتی فیزیکی و جسمی باشه. معمولا این کودک ها باز میگن که من دل درد هستم، من سر درد هستم، اصلا نمیخواین که از کسی که از یا مواظبت میکنه از دور شوند. اختلال استراب جدایی معمولا کودک ها اختلال استراب اجتماعی دارن، ترس دارن، حراس دارن، در موقعیت های قرار نگیریم که مورد قضاوت دیگران قرار باشیم یا مورد داوری دیگران قرار بگیریم یا دیگران در نسبت به ما حرف خود داشتن، یا احساس میکنن که رفتار و اعمال را از خود نشان ندهیم که باعث خجالتی ما نشه در بین از این مجموعه. اختلال استراب اجتماعی یا ترس از اجتماع، ترس از مردم، ترس از سخنرانی، ترس از صحبت کردن، ترس از رو در رو شدن. معمولا این کودک ها خجالت آمیز می باشند، معمولا انزوا اجتماعی بیشتر دارند. اختلال دیگه که زیادتر معمولا جز اختلالات استرابی است پیش کودک های دمشه، اختلال استراب منتشر است. این کودک ها معمولا ترس و حراس استراب از ناتوانی خود دارند، از بیکفایتی خود دارند، خصوصا احساس میکنند که در جایی که باید خصوصا در زندگی تحصیلی خود، در زندگی اجتماعی خود احساس بیکفایتی میکنند، احساس ناراحتی میکنند، احساس ترس حراس میکنند که معمولا این کودک ها شاید بیقرار باشند، شاید تحریک پذیر باشند، شاید عصبی باشند. معمولا مشکل دیگه که متاسفانه دست پاچه ما و شما کتشنر میکنیم موضوع اعتیاد است، وابستگی است.
اعتیاد به مواد مخدر تنها پیش بزرگسالان است. متاسفانه اگر در خانواده پدر از مواد مخدر استفاده میکنه، چانس بسیار بیشترش است که کودکایش هم وابستگی به مواد مخدر باشه. شاید هم تعداد کثیر از خانواده از فامیلا باشن که بزرگ خانوادهش وابستگی به اعتیاد داره، اطفال هم از این مواد استفاده میکنن. یک معضله هم اقتصادی گفته میتونیم، هم صحی گفته میتونیم، هم اجتماعی گفته میتونیم، هم سیاسی گفته میتونیم. متاسفانه معضله اعتیاد مواد مخدر افسردگی هم میتونه که پیش کودک ها باشن. میگن معمولا اگر کودک قبل از 6 سالگی والدین خود از بته، 3 دفعه مسایتر از با اختلالات افسردگی. بله ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب که د چاپ کورنۍ کې یو ماشوم په همدغه ستونزو اخته وي، لکه تاسو چې یادونه وکړله، دلته مرستندوی کس کوم ډیر موثر ګټور تمیدلی شي؟ مور، پلار، استاد، ډاکټر، څوک د سر مرسته ښه کولی شي؟ ببینئ، نظر به نوعیت که کودک مبتلا به کدام اختلال است فرق میکنه. شاید هم بیشتر اختلالات روانی نزد کودکا را یک استاد تشخیص کنه، یک استادی که در کودکستان است تشخیص کنه. ما داریم اختلالات ADHD، کودکای هستند که بیش از حد فعال هستند اما توجه و تمرکز ندارند. کودکای هستند که در خواندن و نوشتن و ریاضی اختلالات یادگیری دارند، یک نوع اختلالات روانی است. ما همیشه باید کودکی که در خواندن درس خود مشکل داره، در نوشتن مشکل داره، در خواندن عبارت مشکل داره، در هر مسائل ریاضی مشکل داره، عاجل باید اقدام نکنیم یا قضاوت ناعادلانه نکنیم که خودت تنبل هستی. لطفا از این برچسب دوری کنه. این کودک شاید یک پرابلم روانی داشته باشه، یک پرابلم حسی و جسمی داشته باشه. باید چوک تشخیص کی دکتر صاحب در دکتر تا گفتم نظر به نوعیت اختلال فرق میکنه. شاید این اختلال در مکتب معلم متوجه شه، استاد مکتب اولین کسی باشه که ببینه این کودک نظر به همسن سالش، همسن فیش که پولیش نشسته، چی کمی و کاستی داره. در دیگه دنیا معمولا نقش عمده و اساسی رو در بعض تشخیص اختلالات روانی استادا تشخیص میکنن. اما یک اختلالات است که والدین خودش متوجه میشه که کودک هم انزوا اجتماعی پیدا کرده، کودک هم همراه همسن سال خود بازی نمیکنه یا ساتیری نمیکنه، کودک هم نظر همراه اعضای خانواده، همراه همسن سال خود هم بازی کودکانه را که باید انجام بده انجام نمیده، انزوا اجتماعی پیدا کرده، گوشه گیر شده، در رفتارش تغییر آمده، در خوابش تغییر آمده، کودک تحریک پذیر است. شاید هم مثل که من پیشتر برش اشاره داشتم، کودکایی که استراب جدایی دارن شاید از دردهای جسمی شکایت کنن، احساس سردردی کنن، احساس ناراحتی های هضمی کنن که معده ما درد بکنن. معمولا کودکایی که در موقعیت استراب قرار میگیرن شاید والدین متوجه شوه که رنگ پردگی داره، ضربان قلبشان بیشتر شده، لرزه دارن، احساس ترس دارن و همسال هم. که چیره دغه سیوی دای بیره ډاکټر سره مراجعه وکړي کورنۍ که دغه حالت ته ورسیږي؟ ببینی اگر مشکلات روز به روز بیشتر شده میره، زیاتر شده میشه، میره وای مشکلات سبب میشه که در زندگی اجتماعی کودک تاثیرات سوم داره. صحیح، کودک از اجتماع فاصله میگیره، از همسن سال خود فاصله میگیره، در رشته کودک تغییر آمده، در خلق و رفتار کودک تغییر آمده، کودک تحریک پذیر شده یقینا و ای روز به روز بیشتر میشه، زیادتر میشه. سر رابطه اجتماعی کودک تاثیر رسو میکنه، اگر کودک در مکتب است سر زندگی تحصیلیش تاثیر رسو میکنه. یه وقت است که باید والدین بدون از اینکه کودک توهین کنن، تحقیر کنن، بعضی کودک ها پرخاشگر هستند. چیز دیگه که بسیار مهم است، اکثر ما شما بعض کلمات را که استفاده میکنیم اصلا خودش معنا و مفهوم نادرست داره. یعنی من میگم که هر کودک از لحاظ روانی باید فعال باشه، اکتیو باید باشه، بیش فعال باشه، اما این به معنای شوخ نیست، اما این به معنای بی تربیه نیست. لطفا از این برچسبا خودداری کنه که اعتماد به نفس کودک او اصطلاح هم او شوخی از او کدام مشکل نیست، کدام پرابلم روانی نیست، اما برچسبی که شما بر او میزنه که خودت خدای نخواسته دیوانه است یا بی ادب است یا بی تربیه است. خبری ما کردی پختنه ما کرد سال هم ببینید کودک ها بله در حالت جستجو است. زمون کور که ماشوم ده هر نوم چواوری، مثال اجمل، فرید، وی مانای چی ده متوی در ته مانا کا؟ یقینا ببینید بله. دیسن سال که شما میگی این کودک ها در حالت جستجو است، در حالت پولیدن است، هر چیز برای چیز نو است و هر چیز کودک میخواد که تجربه کنه. ما تنها بزرگان نیستیم که باید حس استقلالیت داشته باشیم. کودکی که یک سال است هم حس استقلالیت داره، کودکی که دو سال است هم حس استقلالیت داره، کودکی که ده ساله هم است. نظر به سن سال خود هر کودک، هر فرد حس استقلالیت داره و ما حس یعنی استقلالیت هم پیش کودک ها زنده نگاه کنیم. به طور مثال زمانی که شما میخواهی که کودک به مکتب شامل کنه، حالا یک کودک از 5 سال است، مادر پدر تصمیم میگیره که در مکتب شامل کنه، سال آینده بخیر سال تعلیمی که شروع میشه،
امیال ربا برای با محیط مکتب آشنا بسازه، امیال ربا برای با قلم و کتابچه آشنا بسازه، از تجربه خود برای کودک بگه، از کودک بگه که کدام لباس میخوای بگیری، کدام رنگ لباس میخوای خوش داری. صحیح، یعنی حداقل حس استقلالیت پیش کودک خود زنده نگه کنه. دیر من کوم یک تاسو یو تک تم دیر مهم اشاره او که خدای وکړي موضوع نو نو زغه تاسو دی دنه خون کو کچ دنه په ماشومان په رواني اختلالات شکوا شي دنه خون کې او پیږي په افغانستان کې دغه شرایط کومه تر خطر سره شوی د مونږ به زغ مخبل تعلیم تربیه ویل د کله چې مونږ تعلیم تربیه له مونږ د ماشومان ورو په هنه ویل او می ورو په هنه ویل د دې برخه کې مثال مونږ د ورو په هنه متاسفانه زه باید ډاکټر صاحب سرسری ویل لکه څنګه چې ورو په هنه ویل کې هغه سمونه ویل او مضمون وای فرعي مضمون وای امتحان مو ورکو ته تللو مګر ډیر فوکس مونږ نه پکړه راځم دې ته چې څومره مهمه وړی نه ده چې په افغانستان کې زیاتره خون کې مسلکي ووسیږي زه د خبرې کوم په ځنه خصوصي کوونځوي کې حتی د دولت سم ټولګي څخه فارغ خون کې ګماري هغه بیا متاسفانه بیا د دولت سم ټولګي خون کې هغه بیا اصول سیم پوته ورکوي اول دویم دریم ټولګي تر کې دغه چاره کم د سره روانوي څومره به زموږ په ماشومان باندې بد غیزه وکړي ما به باور استم کې هر چقدر سطح اکادمیک تحصیل استاد بالاتر باشه شاید خوبتر است که صنفای پایین درس بده کی اساسات است درست روانشناسی معمولا در جامعه ما شما که زندگی میکنیم اصلا تعریف درست نشده وقتی که ما سر علم روانشناسی بحث میکنیم ایره فقط مختص میسازن محدود میسازن به اختلالات روانی ببینی بخش تربیت یا بخش روانشناسی تعلیمی و تربیتی educational psychotherapy یک بخش عمده و اساسی است ما پیشتر گفتم که شاید 20% کودک ها 1004 کودک یک کودک مشکل روانی داشته باشه اما 80% کودک ها خونه داره کسایی که معمولا در بخش تربیت یا روانشناسی تعلیمی و تربیتی کار میکنن و ما پوهندونی داریم به نام روانشناسی تعلیمی و تربیتی متاسفانه اکثر فارغین از هم افسردگی را میخوانند اکثر فارغین از هم من سر اختلالات روانی بحث میکنند ما حتی استادای بسیار بزرگ شد داریم که در تلویزیون من صحبت میکنند برادر مسئولیت شما نسبت به یک روانشناس کلینیکی 100 دفعه بیشتر است من حیث روانشناس کلینیکی یا تیبی مسئولیت من 20% است من 20% جامعه که مریض است با او کار دارم از لحاظ روانی اما 80% کسایی که سالم هستن مربوط شما میشه من بیشتر اشاره داشتم یک کودک است اعتماد به نفسش صدمه ایده شاید هم هیچ نوع مشکل روانی نداشته باشه یک کودک است که جرأت نداره که صحبت کنه با وجودی که پنج بنای اسلام به شکل کلی میفهمه اما اگر پرسان کنید جرأت نمیکنه که پیش روی تخته بیاید حداقل در جای خود استاد شود تشریح کنه اینجا برمیگرده مسئولیت شما کودکی است که با محیط ماحول خود ناسازگار است اینجا برمیگرده مسئولیت شما یعنی شما سر چیزایی که مرضی نیست وقتنی لری بله یعنی پاتولوژیک نیست مرضی نیست که صاحب کار کسایی که از فاکولته روانشناسی فارغ میشن نسبت به ما با مراتب بیشتر است اما متاسفانه و صاحب کار خود ترک کردن رها کردن آمدن سر درمان افسردگی صحبت میکنن که به نظر ما اصلا درست نیست دیر من کوم دکتر صاحب مور و پلار مایند تا استاس ویل چه دی پیغام سره په اخر کې میره باندې ببینه چیزی که بسیار مهم است مادر پدر تعیین کننده نقش کودک در اجتماع است بیشتر کودکایی که مشکلات روانی دارن احتمالا کسایی هستند که والدینشان مبتلا به اختلالات روانی بوده کسایی هستند که شاید هم والدینشان بین خود دو انسان های خوب هستند اما زوج کامیاب نیستند زوج موفق نیستند با هم نظر نیستند همیش در خانواده بین خود هرج و مرج دارن همیش در خانواده پرخاشگری دارن پرخاشگری کلامی دارن فیزیکی دارن و امثال هم لطفا زمانی که والدین میشه زمانی که پدر مادر میشه کوشش کنه که تکیگاه امنیتی برای کودکایتان باشه این بسیار مهم است حداقل با یک حرف که قناع چه عمل کردن بسیار مهم است ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او تاسو په ډیرو مهم مسالې خبرې وکړي شکر خوشاله اوسئ